سلام دوستای عزیزم، دقت بفرمایید دوستان. توجه شما رو جلب می‌کنم به یک نکته بسیار مهم در سوالات لیسنینگ و ریدینگ از آزمون آیلتس. در بسیاری از سوالات در ریدینگ یا لیسنینگ، سوالاتی که ما باید پاسخ رو بنویسیم دوستان، همچین پیامی رو می‌بینید: No more than two words یا No more than three words. یعنی چی؟ یعنی بیشتر از دو کلمه نباید جواب ما باشه. یعنی چه اتفاق میفته؟ یعنی اگر ما سه کلمه بنویسیم دوستان، جواب ما هرچند که درست هم باشه، پاسخ در واقع هیچ نمره‌ای بهش تعلق نمیگیره. پس خیلی دقت کنید دوستان، وقتی گفته no more than two words، یعنی نهایتا دو کلمه است جواب، یعنی یا یک کلمه است یا دو کلمه. اگه گفته باشه مثلا no more than three words، یعنی نهایتا سه کلمه است، یعنی یا یک کلمه است جواب، یا دو تا یا سه کلمه. بیشتر از سه کلمه اگر ما بنویسیم به عنوان پاسخ، این اشتباه دوستان و تصحیح کننده یا در اون شخص اگزمینر به ما نمره ای نمیده. خیلی دقت کنید دوستان به اینجور سوالات. اما یه مسئله که خیلی مطرح هست اینه که در واقع تعداد کلمات رو چطور بدونیم. خب دقت کنید دوستان، من چند تا نمونه اینجا آوردم. اگه من در پاسخ مثلا پاسخ این باشه ا من، خب ا یک کلمه محسوب میشه، من هم یک کلمه، یعنی این شد دو کلمه، این میشه تو words یا دو کلمه. د یک کلمه هست، یک کلمه محسوب میشه، و worker هم یک کلمه، باز هم به صورت بالا این دو کلمه محسوب میشه. اگه بنویسن د good worker، یعنی اینو به عنوان پاسخ بنویسن دوستان، این سه کلمه محسوب میشه. دقت بفرمایید، سه کلمه، پس این three words. اما کلمه پایین mother in law، mother in law دوستان، درسته که سه تا کلمه است، اما چون این در واقع یک کلمه است که از سه کلمه تشکیل شده، ببینید بین کلمات ما خط تیر داریم، این فقط یک کلمه محسوب میشه دوستان. چرا؟ چون اصل کلمه خط تیره داره. وقتی چند تا کلمه دوستان با خط تیره به هم نسبت داده شده باشن، این یک کلمه محسوب میشه. مثلا mother in law که معنی مادر زن یا مادر شوهر هست دوستان، فقط یک کلمه محسوب میشه، چون این سه کلمه رو ما با دو تا خط تیره به هم نسبت دادیم. پس دوستان ا د اف تو این، همه اینا هر کدوم یک کلمه مستقل محسوب میشن، اما کلماتی که از ترکیب چند تا کلمه با خط تیره که با خط تیره به هم متصل شدن، این کلمات دوستان کلماتی هستن که یک کلمه محسوب میشن.